پا به پای عملیات جنگی در سراسر غزه و راکت و پهباد پرانی حزب الله لبنان به بلندی‌های جولان و شمال اسرائیل، تلاش‌ها در واشنگتن، اورشلیم، دوحه و قاهره برای برقراری آتش‌بس ادامه دارد. گزارشی از فرشته رستگار. حمله ارتش اسرائیل در شهر غزه و اردوگاه شجاعیه و همچنین خان یونس در جنوب ادامه یافته و برای پاکسازی مرکز غزه از افراد حماس، از بخش‌هایی از ساکنان شهر غزه خواسته شده آنجا را ترک کنند. حزب الله به تلافی کشته شدن یکی از افراد خود، بلندی‌های جولان و شمال اسرائیل را هدف ده‌ها راکت و پهپاد قرار داد. مراسم سوگواری در بلندی‌های جولان در حمله پهپادی چهارشنبه شب حزب الله به این منطقه، یک زن و شوهر اسرائیلی کشته شدند. حماس با انتشار این ویدیوها از هدف قرار دادن تانک‌ها و سربازان اسرائیلی خبر داده و اما زمان و مکان این حمله‌ها را مشخص نکرده است. در واشنگتن جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت درباره موفقیت تلاش‌ها در برقراری آتش‌بس غزه خوشبینی محتاطانه ای دارد. There are still some gaps that remain in the two sides and the positions. ما خوشبینی محتاطانه ای داریم در اینکه کارها دارد به سمت درستی حرکت می کند. البته هنوز میان دو طرف فاصله هایی هست که برت مک‌گورک و مدیر CIA در منطقه در حال نزدیک کردن مواضع طرف ها و رسیدن به توافق هستند. حماس پیشنهاد آتش بس را پذیرفته و منتظر است که اسرائیل نیز موافقت خود را اعلام کند. علاوه بر قطر، مصر و اردن نیز با کمک به برقراری آتش بس فعالیت‌های دیپلماتیک را شدت بخشیدند. بنكثف اتصالاتنا مع الاشقاء مع با برادران، با گروه‌های مختلف در لبنان و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بر شدت تماس‌ها افزوده‌ایم تا بحران را رفع کنیم و جلوی گسترش بحران به سراسر منطقه را بگیریم. پادشاهی اردن و سایر برادران عرب در تماس هستیم. دیدارها در قطر هم جریان دارد. ایمان صفدی، وزیر خارجه اردن نیز که در کنفرانس خبری مشترک در قاهره حضور داشت، با تایید سخنان همتای مصری بر لزوم برقراری آتش بس تاکید کرد و در مورد یک فاجعه منطقه‌ای در صورت ادامه جنگ غزه هشدار داد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در دیدار با برت مک‌گورک، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، گفت دولت او به توافق آتش بس در غزه متعهد خواهد بود به شرط آنکه خط قرمزهای کشورش رعایت شود. همزمان گفتگوها درباره تشویق حماس و اسرائیل به رسیدن به توافق آتش بس در قطر و قاهره ادامه دارد. اما جنرال هرسی هالوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل، در دیدار با نظامیان بر ادامه جنگ تاکید دارد. در نهایت ماموریتمون نابود کردن هرچه بیشتر زیرساخت‌های حماس، کشتن هرچه بیشتر اعضای حماس و کشتن هرچه بیشتر فرماندهان آن است. باید قابلیت‌هایش را به حداقل برسانیم، به دستاوردهایمان بیافزاییم، به هدف نهایی برسیم، فشار بیاوریم تا وقتی که گروگان‌ها را بازگردانیم. اکنون همه منتظرند دولت نتانیاهو با تعدیل خواستها به جنگی که دهمین ماه خود را آغاز کرده پایان دهد.